سلام خداوند بخشاینده و مهربان درود بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستین امروز 29 نوامبر 2023 میلادی و برابر با 8 قوس سال 1402 هجری شمسی است توجه شما را جلب می‌کنم به مهمترین خبرهای افغانستان اگر از درچه فیسبوک بیننده هستین امیدوارم که به اشتراک بمانید گزارش روزنامه هشت صبح از ادامه لباط و تجاوز اعضای طالبان این رسانه به نقل از منابع خود گزارش کرده است که محافظ رئیس اداره کار و امور اجتماعی طالبان برای ولایت سمنگان بر یک پسر دوازده ساله تجاوز جنسی کرده است این رویداد چهار شب پیش در پرورشگاه دولتی ولایت سمنگان رخ داده ب این عضو طالبان قارشنکی نام دارد و محافظ مولوی فیض محمد ریحان رئیس اداره کار و امور اجتماعی گروه طالبان برای ولایت سمنگان است منابع به این روزنامه گفته است که قارشنکه پس از شکایت کودک از سوی نیروهای استخبارات طالبان بازداشت شده است و اکنون در زندان به سر میبرد منابع گفته است که رئیس او یعنی رئیس اداره امور و کار طالبان در ولایت سمنگان که پیش از این به عنوان شهردار در سمنگان کار میکرد نیز متهم به تجاوز جنسی بالای همسر یکی از محافظانش متهم است منابع تصریح کرده است در آن زمان نیروهای کندک ارتش طالبان میخواستند که بلفل مولوی فیض محمد را در بلاسفاله در رسوف ولایت سمنگان در رسوف پایین البته بازداشت کنند اما با میانجیگری مخامهای محلی گروه طالبان او از محاصره نجات پیدا کرده و پس از آن از این سمتش برکنار شد ولی چون واسطه داشت دوباره به سمتی دیگر در این ولایت مقرر شده است طالبان در جریان حاکمیتشان تاکنون ده ها هزار شهروند افغانستان به شمول زنان و کودکان را به اتهام رابطه خارج از ازدواج بازداشت کرده یا در محضر عام شلاق زدند اما هزاران عضو گروه طالبان در این مدت لباد و زنا کرده و حتی ویدیوهایشان نشر شده است ولی آنان مجازات نشده هرچند که به صورت کوتاه مدت زندانی شدن ولی دوباره رها گردیده است کارشناسان و شهروندان کشور بر این باورند که گروه طالبان چون اکثرشان اهل لوات هستند حتی اگر افراد و اعضایشان با سنت هم شوند تلاش میکنند رها کنند چون به ادعای کارشناسان رهبران طالبان خود در گذشته لوات کردن بکنون نیست این کار را میکنند و طرفدارشان هستند زندون نمیتونن اعضایشان را مجازات کنند چون همدیگر را میشناسند روزنامه ایکسپریس تریبیون پاکستان گزارش کرده است که وزارت خارجه این کشور سفر طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و از وی خواسته است که طالبان افغانستان باید حافظ گل بهادر رهبر شاخه انشعاب تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی را که در افغانستان به سر میبرد بازداشت و به با اسلام آباد تسلیم کند این رسانه پاکستانی از قول منابع خود در وزارت خارجه گزارش کرده است که سفر طالبان در اسلام آباد دیروز شنبه هفتم قوس در اعتراض به حمله دو روز قبل در شهر بنو هزار شده و چهار درخواست از جمله استرداد حافظ گل بهادر به او ابلاغ شده است بر اساس اعلامیه ارتش پاکستان روز یک شنبه هفته جاری یک مهاجم موتر سایکل سوار در مسیر کاروان نیروهای امنیتی کشور در منطقه بکاخل در شهر بنوی ایالت خیبر پختونخوا حمله کردن که در آن دو غیر نظامی کشته و ده نفر دیگر زخم برداشتند. رسانه های پاکستانی از جمله رسانه ارتش یا وزارت دفاع پاکستان اعلام کرده است که فرد مهاجم تبعی افغانستان و وابسته به گروه حافظ گل بهادر بوده است. اکسپرس تریبون و از منابع خود نوشته است که وزارت خارجه پاکستان خواستار تحقیق کامل از سوی طالبان در مورد این حمله و اقدام شدید شدید علیه از جمله تی, تی پی پاکستان و من جمله حافظ گل بهادر شده است عباس استانکزای سیاسی وزارت خارجه طالبان در مصاحبه تازه که با تلویزیون ملی تحت کنترل این گروه داشته گفته است که سفارت افغانستان در دهلی نو با این وزارت در تماس است و بزودی بازگشایی می شود این در حالی است که سفارت افغانستان در سوم قوس با نشر یک اعلامی در صفحه تویترش اعلام کرد که به دلیل عدم همکاری کشور میزبان یعنی هندوستان فعالیت خود را متوقف می کند. مقام های طالبان اما گفته است که کنسولگری های افغانستان در منبعی و حیدرآباد فعلا باز هستند و با این گروه در تعامل و از ما گفته دستور میگیره و فعلت خواهی خدا هم ادامه دادن و اکنون هم کنسول ها در دهلی آمده و قرار است که به زودی سفارت بازگشایی شود احتمال این میرود که طالبان و هندوستان رابطشان را به نحوه بی سازند و سفیر به دهلی بفرستند و حتی مقام های هندی هم قبلا اعلام کرده بودند که یک تیم کوچکی را به سفارتشان در کابل فرستاده است با توجه به عدم همکاری دولت هین و وزارت خارجه آن کشور با مقام ها و دیپلمات‌های های جمهوریت احتمال وجود دارد که آنها رابط خود را با طالبان آغاز کند عباس استانکزه همچنان مدعی شده است که کنسولگره های افغانستان در منبعی و حیدرآباد همین لحظه هم خدمات کنسولی ارائه می کند. در همین حال آقای استانگزه با توجه به نشسته که شماره چراهای های مخالف طالبان در مسکو داشته گفته است که مسکو با این کار وقتشان را زایی میکند زیرا افرادی که در مسکو جمع شده بودند پایگاه و جایگاه ندارند زین رو هیچ کشور سرشان حساب نمیکند و از حمایت نکرده و نمیکند حمایت بیدریغ و به تمام معنای رئیس جمهور سابق افغانستان از دوام حکومت طالبان حامد کرزی در یک مصاحبه تازه که با یک خبرگزاری ژاپنی داشته تأکید کرده است که به هیچ وجه نباید رژیم گروه طالبان سقوط کند و جامعه جهانی نباید به دنبال سرنگونی این گروه باشد حامد کرزی برهوی از طالبان سفید نمایی کرده و گفته است که ما خواهان بهبود و اصلاحات در سیاست طالبان هستیم نه و از بین رفتن طالبان رئیس جمهور پیشین افغانستان با تاکید بر اینکه رژیم طالبان نباید از قدرت در افغانستان برکنار شود گفته است که با باشدن دروازه های مکاتب برای دختران میتواند مسیر مشروعیت بخشیدن برای طالبان نیز باز شود آقای کرزه به نحوه گفته است که طالبان هرچند گروه تونرو است ولی قابل اصلاح است و حکومتشان نباید سقوط کند از دید آقای کرزه مشکل فعلی افغانستان تنها باز, باز نشدنی باز نشدن مکاتب دخترانه هست که او گفته باز هم میشه چون اکثر طالبان موافق هستند اما مشکل اساسی از دید شهروندان افغانستان حکومت انحصاری تقاومی تک جنسیتی و همچنان تکجریانی و افراطی طالبان هست که تبعیض بیش از حد را بر اقوام افغانستان روا داشته است هرچند که حامد کرزی در این مصاحبهش به نحوی به مقامت ها نیز اشاره کرده و گفته است که باید با تمام جرانه ها گفت, گفت صورت بگیرد ولی معلوم است که آقای کرزه و با بابار کارشناسان برای طالبان لابی گری می کند جبهه آزادی افغانستان گوید که نیروهای این جبهه در دو حمله جداگانه در شهر خمری مرکز ولایت بغلان پنج عضو طالبان را کشته و یک نفر دیگر را زخمی کرده است. حمله اولی گفته است دیشب ساعت ششورین به وقت محلی بالای دروازه اداره شهری استخبارات طالبان در پول خمری انجام شد که در جریان آن سه عضو طالبان کشته شدند و یک طالب دیگر زخمی شدند. این جبهه گفته است که در حمله دومی که حوالی ساعت هفت به وقت محلی صورت گرفته است آن هم بالای یک است بازرسی طالبان در بندر مزار شریف شهر پول خمری دو عضو طالبان کشته شده است. و خبر اخیرین که پاکستان میگوید که با بازگرداندن شهروندان خارجی و غیرقانونی امنیت را در کشورشان تامین میکند و تا کنون 257481 نفر را به افغانستان دپورت کرده است البته این افرادی هستند که دولت پاکستان بازداشت و دپورت کرده در حالی است که گفته میشود بین 200 تا 250 هزار نفر دیگر نیز از ترس و بازار و زندان های پاکستان خودشان به افغانستان بازگشتند دیروز نیز رسانه های پاکستان از جمله رادیو پاکستان گزارش کرد که 1195 نفر و افغانستان دیپورت شده است این رسانه نوشته است که با بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی از جمله شهروندان افغانستان و وطنشان آن هم با عزت و امنیت ما کار خود را به پیش میبریم و امیدوار که در, در پاکستان امنیت تعمین شود پاکستان به این باور از گفته است که اعضای تحریک طالبان پاکستان شماره با افغانستانی را در خدمت گرفته و در تلاش هستند تا پاکستان را ناامن کرده و در حملات از آنها استفاده کند. از توجه و, و همراهیتان با سنترال افغانستان جهانی سپاس تا درود دیگر بدرود.